دریک تنها مردی در دنیا است که به معنای واقعی کلمه داخل جهنم رفته و اونجا رو از نزدیک دیده. دریک یک مرد خوشگذرون هوسباز بوده که طی یک تصادف به مدت یک هفته وارد کما میشه و روحش تقریبا بدن اون رو ترک میکنه و اون تعریف میکنه که در اون دنیا عده ای اون رو به فضایی میبرن و شکنجه های عجیبی میدنش و به ادعای خودش وارد جهنم شده بوده. اون وقتی راجع به ویژگی های جهنم و شکنجه های اونجا صحبت میکنه، مو به تن آدم سیخ میشه. هشته می سال 1996 بود و آقای دریل اون شب بعد از آخرین امتحان دانشگاهش در حال برگشت به سمت خونه بود. دریل با چند تا از دوستان دانشگاهش یک خونه رو اجاره کرده بودن و با هم توی اون زندگی می کردن. شخصیتی که در داستان آقای دریل نقش مهمی رو ایفا می کنه یکی از دوستان ایشون به نام برت است. برت کوتاه قد و موهای مشکی بلند و یک دماغ بزرگ داشت و چشماش مگسی بود. آقای دریل تعریف میکنه با اینکه به نظر من برت زشت میومد ولی همیشه در ارتباط برقرار کردن با دخترها مهارت به خصوصی داشته و هر وقت بیرون میرفته ناشد بوده که با کسی به خونه بر نگرده و اون شب خوشگذرونی نکنه. برعکس من که همیشه تنها بودم و هیچ کی رو توی زندگیم نداشتم. برت آدم بدی. اون خیلی خودخواه و نجات پرست بود و تقریبا توی دانشگاه هم با تقلب و زرنگی خودش رو بالا کشیده بود و درس ها رو پاس کرد. اون برای اطرافیانش به خصوص خانوم ها احترامی قائل نبود، ولی با این حال به هر علتی که بود با من همیشه خوب و مؤدب برخورد میکرد. یکی از عادات بد برت شراب خوردنش بود. منم با خودم فکر میکردم شاید مشکل من در ارتباط با دخترها این باشه که من مثل برت و بقیه دوستانم به اندازه کافی مست نمی کنم و وقتی بیرون میریم مثل اونها شلوغ و پر از شور و هیجان نیستم. اون شب تصمیم گرفتم که استثناء قائل بشم و چند تا پیک مشروب رو بالا بکشم. من مست شده بودم و درست یادم نیست که توی کلوپی که رفته بودم چه اتفاقاتی افتاد، ولی یادمه که برای برگشت به خونه سوار ماشین تویوتای برت شدیم. یادمه که ماشینش بوی نم و رطوبت مونده و کثیفی میداد و این بوحال من رو به هم میزد، ولی از پیاده برگشتن بهتر. برت هم مست بود و نمیتونست درست رانندگی کنه و با اینکه من هم مست بودم فهمیدم که تون میرو به اون تذکر دادم. دقیق یادم نیست، ولی داشتم باهاش بحث میکردم و حرف میزدم که یهو یک جفت چراغ ماشین جلوم ظاهر شد. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد، ولی با این حال مثل این بود که من یک فیلم رو با دور آهسته میدیدم. من خودم تصادف و برخورد ماشین ها رو یادم نیست، ولی یادمه که از ماشین به بیرون پرتاب شدم و روی زمین کف خیابون فرود اومدم و سر من به شدت به زمین برخورد کرد. نمیتونستم بقیه بدنم رو احساس کنم، ولی میفهمیدم که اوضاعم خیلی خرابه. من مرتب به هوش میومدم و از هوش میرفتم. یک دفعه صدای یک افسر پلیس رو شنیدم که گفت اون مرده و میدونستم که منظورش دوستم برت است. بعدا فهمیدم که راننده وانتی که با اون تصادف کرده بودیم هم در دم مرده بود. یادمه که توی آمبولانس بودم و کسی به من میگفت باید مقاومت کنی، فقط مقاومت کن. زیاد طول نکشید. من روی یک تخت در بیمارستان بودم و دکتری بالای سرم بود و با اضطراب به اطرافیانش میگفت ما داریم اون رو از دست میدیم، به هم بگردیم. همون لحظه بود که من یک صدای عجیب مثل وزوز یک بلندگوی قوی رو توی گوشم شنیدم و ناگهان خودم رو بالای بدنم که به شدت مجروح و داغون بود دیدم. دکترها بالای سر من در تکاپو بودن و سعی داشتن که من رو دوباره زنده کنن، ولی ظاهرن فایده‌ای نداشت. توی اون لحظه احساس خیلی جالبی داشتم. من احساس آزادی و راحتی کاملی می کردم و چشمانم همه چیز رو یک جور دیگه می دید. می تونستم افکار آدمای اطرافم رو بشنوم. من می تونستم توی اتاق آزادانه به هر جا که می خوام حرکت کنم، بدون اینکه واقعا نیاز به هیچ سعی و تلاشی داشته باشم.
کافی بود که برفتن به یک نقطه فکر کنم تا آنن اونجا باشم. برام مشکله که اسم این حالت رو زنده بودن بذارم، ولی نسبت به الانم که توی این جسم محبوسم، اون موقع بیشتر احساس زنده بودن میکردم. به محض اینکه متوجه شدم که میتونم به راحتی به هر کجا که میخوام برم، میخواستم که از اتاق خارج بشم و به جاهایی که دوستشون دارم سر بزنم، ولی قبل از اینکه فرصت پیدا کنم تا حرکت خاصی رو انجام بدم، صدایی مثل صدای حرکت سریع باد رو شنیدم و دیدم که ابری تیره رنگ و سیاه به من نزدیک میشه. یک مقدار ترسیده بودم، ولی خیلی طول نکشید که من به داخل این ابر پرتاب شدم. حس خوبی نداشتم. اولش فکر کردم که شاید ورود من به این ابر سیاه چیزیه که نیاز دارم تا بتونم از بیمارستان خارج بشم، ولی این ابر سیاه روح من رو توی خودش زندانی کرده بود و احساس می کردم که کسای دیگه ای هم اونجا حضور دارن. من به سرعت توی این ابر در حال حرکت بودم. یک کم که گذشت، صداهای عجیبی به گوشم می رسید. صداهایی شبیه به صدای آه و ناله و زجه، صدای خورخور خوک، صدای جیغ و داد و التماس به گوشم می رسید. یک کم مضطرب شدم، ولی حس ترسم با حس ترس دنیایی متفاوت تر بود. می شد حس ترس و دلهوره رو توی صداهای گریه و جیغ ها احساس کرد. این فریادها از هر چیزی که تا الان توی عمرم شنیده بودم ترسناک تر بودن. من ناگهان توی تونل متوقف شدم، مثل اینکه به انتهای تونل رسیده بودم. اونجا یک چهره آشنا به چشمم میخورد. آره، اون خود برت بود. من برت رو دیدم که روی زمین دراز کشیده بود و یک موجود بسیار زشت و مخوف که نصفش انسان بود و نصفش هیولا بود در حال شکنجه برت بود. این چهره اونقدر زشت و ترسناک بود که من حتی نمیتونم زشتی و ترسناکی چهره این موجود رو توصیف کنم. نزدیکترین چیزی که برای توصیف اون به ذهنم میرسه، سر و صورت بزرگ شده یک موش روی بدن یک انسانه. برت و اون جانور هر دو متوجه حضور من در اونجا شدن. برت فریاد میکشید کمکم کن، خواهش میکنم. در همین حین اون جانور ترسناک به من نگاه میکرد و میخندید. خنده اون بسیار زشت و خبیثانه بود و من رو میترسون. افراد دیگه ای هم اونجا در حال شکنجه شدن بودن و جانوران و موجودات مخوف دیگه ای هم اونجا حضور داشتند که افراد دیگه ای رو داشتن شکنجه می کردن. من ترسیده بودم و تنها کاری که از دستم برمی اومد فریاد کشیدن. سعی داشتم از اونجا فرار کنم، ولی هیچ راهی برای خلاص شدن از اونجا وجود نداشت. من دیدم که دوتا از همون موجودات وحشتناک لباس برت رو در آورد. بدن برت به نظر خیلی شبیه به بدن یک انسان بود، با این فرق که زخمای سوختگی شدید زیادی در تمام سطح بدن اون وجود داشت. اون مرتب التماس میکرد و حضرت مسیح رو صدا میزد، در حالی که یکی از اون موجودات زشت اون رو در جای خودش محکم نگه داشته بود و یکی دیگه با گرز آتشین به بدنش ضربه میزد. برت به من نگاه میکرد و گرچه چیزی نمیگفت، ولی میدونستم که پیش خودش فکر میکنه چرا کمکش نمیکنه. یهو همه جا ساکت شد و برای دو سه دقیقه هیچ صدایی از دهان برت خارج نشد. هر دوی ما به نوعی میدونستیم که اتفاق بد و ترسناکی در شرف رخ دادنه. حس ترس تمام وجود من رو فرا گرفته بود و تمام کارهای بدی که کرده بودم جلوی چشمام ظاهر شده. من صدای خورخور خوک ها رو دوباره شنیدم که به تدریج نزدیک تر می شدن. موجودات آدم نمای بیشتری در حال نزدیک شدن به اونجا بودن. رفتار این موجودات بدتر از اون جونورهای قبلی. اونها برت رو برداشتن و به سمت یک دیوار بردن و اون رو اونجا انداختن. همونطور که برت فریاد می کشید، یکی از اون جونورهای زشت و بد ترکیب روی برت توف کرد. برت سعی میکرد به جنگ و مشت و لگد میزد، ولی خیلی طول نکشید که اون رو به دیوار محکم بستنش. میشنیدم و میدیدم که میخای بزرگی یکی یکی به بدن برت فرو میشن. وای خدای من، هیچ وقت صدای فریادهای گوش خراش و دل آشوب کنه برت رو از یاد نمیبرم. ناگهان یکی از اون جونورهای زشت و بد ترکیب به طرف من حمله کرد، ولی بلافاصله یک زن پدیدار شد و تنها با نگه داشتن دستش اون موجود رو متوقف کرد. اون زن شبیه فرشته ها بود و چهره نورانی داشت.
خوب به چهرش که نگاه کردم فهمیدم که اون یک زن به نام امیلیه که من سالها پیش توی خونه سالمندان در شیکاگو از اون مراقبت کرده بودم. من اون موقع ها اونقدری که به دیگران توجه میکردم به اون توجه نمیکردم، چون اون خیلی داد و بیداد میکرد و گاهی وقتا که میخواستیم به اون قرصهاش رو بدیم با ما دعوا میکرد. وقتی اون مرد هیچ یک از اطرافیانش برای تدفین و مراسم سوگواری اون نیامدن. من هم خودم شخصا ترتیب کارها و ترتیب کفن و دفن اون رو دادم. گرچه من اون رو میشناختم و میدونستم همون ایمیلیه، ولی اون اینجا خیلی جوانتر و زیباتر به نظر میرسید. اون رو به من کرد و گفت نگران نباش، اینها نمیتونن به تو آسیبی بزنن. من از اون خواستم که ببرت هم کمک کنه، ولی اون گفت که نمیتونه. ولی اون به من اطمینان داد که شکنجه های برت فقط برای مدت کوتاهی ادامه پیدا میکنه. خوشبختانه ناگهان من دوباره خودم رو توی یک ابر سیاه دیدم و میدونستم که این دفعه ایمیلی من رو هدایت میکنه. این دفعه برعکس سری قبل حس خیلی خوبی داشتم. من چنان احساس عشقی میکردم که درک اون برای آدمهای دنیایی غیر ممکنه. میدونستم که حتی از نور هم سریعتر حرکت میکنم، ولی میخواستم برای همیشه توی اون حالت باقی بمونم و اون حس رو از دست ندم. امیلی به من گفت که من برای اون خیلی مهم هستم و اون منتظر من خواهد بود تا روزی که موعد بازگشت من فرا برسه. قبل از اینکه بتونم از ایمیلی بپرسم منظورش چیه، صدایی رو شنیدم که میگفت برگشت، به هوش اومد، یکی دکتر رو صدا کنه. از اونجا به بعد دیگه چیز خاصی یادم نیست و فقط میدونم که چشمام رو باز کردم و دوباره بدنم رو روی تخت بیمارستان دیدم. در اون لحظه هیچی از اون اتفاقاتی که دیده بودم رو به یاد نمی آوردم و تمام حواسم روی دردهای بدنم متمرکز شده. حتی یادم نیست که روحم چطوری وارد بدنم شد. برای 2 سال من توی یک حالت ابهام از تجربه‌ای که کسب کرده بودم به سر می بردم. چرا من باید همچین ترس و وحشتی و بعد هم چنان عشق شگفت انگیزی رو تجربه کرده باشم؟ بالاخره چه بلایی بر سر برت اومد؟ چرا هنوز موعد من فرا نرسیده بود؟ آیا امیلی فرشته نگهبان من بود؟ آیا این واقعا یک تجربه نزدیک به مرگ بود یا اینکه در اثر نرسیدن اکسیژن به مغزم دچار توهم شده بودم؟ من بالاخره به این نتیجه رسیدم که این تجربه به هیچ وجه نمیتونسته یک توهم باشه. گرچه بعضی دکترها و دانشمندها سعی کردن من رو متقاعد کنن که توهم بوده، ولی من به این نتیجه رسیدم که علت اینکه موعد من نبوده اینه که هنوز کارهای زیادی روی زمین برای انجام دادن دارم. هرچند که ممکنه اون کارها به نظر من مهم نیان، همونطور که من هیچ وقت اون چه که برای ایمیلی انجام داده بودم رو چیز مهمی به حساب نیاورده بودم، ولی الان میفهمیدم که چقدر اهمیت داشته. بهبود جراحات من از دید دکترها در حد یک معجزه بود. ظرف 4 ماه حال من کاملا به وضع عادی بازگشت و هیچ نشانی از مشکل مغزی هم در من باقی نمود. من الان ارزش چیزهای کوچک زندگیم رو خیلی بیشتر از قبل میدونم. تفریحاتی مثل اسکیت بازی، فوتبال، اینکه بتونم وزنه بلند کنم و با خانواده‌ام صحبت کنم و به اونها محبت کنم. 1 سال بعد از این اتفاق من برای اولین بار اون رو برای یکی از دوستانم تعریف کردم. میدیدم که وقتی جزئیات تجربه‌ام رو میگفتم اون از ترس می‌لرزید. اون به من گفت تو چطور نمیترسی و انقدر با آرامش این داستان رو تعریف میکنی؟ گفتم که عشقی که من تجربه کردم بسیار قویتر و با معنیتر از ترس و وحشتی بود که دیدم. خب دوستان عزیز، داستان امروزمون هم تموم شد و خوشحال میشیم که نظراتتون رو راجع به این داستان هم برامون در کامنت ها بنویسید. امیدواریم که خداوند از همه گناهان ما گذشت کنه و کارنامه اعمال ما رو متناسب با لطف و محبت خودش سنجش کنه. آمین یا رب العالمین. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر تا ویدیویی دیگر، بدرود.